و یک سری رد و بدل ارزش که معمولا به صورت تحقق مادی و غیر مادی هستش، میتونه به صورت خدمات باشه یا کالا. همطور که در این شکل شما میبینی، ما طبق یک تعریف سنتی بازار رو یک مکان میدونیم، در حالی که در حال حاضر در حوزه تخصصی ما به مکانی که بازار به این شکل در اون وجود داره و تحقق پیدا میکنه میگیم مارکت پلیس. در حال حاضر ما شکل‌های جدیدی از بازار هم داریم، مثل بازارهای آنلاین. خب با تعریف بازار، اینجا تعریف بازاریابی برجسته میشه. چرا؟ چون بازاریابی فرایند انتخاب بازار هدف به چه معنا؟ همونطور که خدمتتون عرض کردم، بازار مجموعه ای از مشتریانه. اما ما به تمام این مشتریان نمیتونیم پاسخ بدیم. چرا؟ به این علت که ما خودمون محدودیت منابع داریم و ما باید این بازار رو بیایم تقسیم بکنیم تا بتونیم اون بخشی از بازار رو که خودمون توانایی داریم به اون پاسخ بدیم و اون بازار بیشترین سود برای ما داره رو انتخاب بکنیم. پس بازار هدف چه بازاریه؟ بازاری که بیشترین سود رو برای ما داره و ما هم میتونیم بیشترین امکانات رو به اون بدیم. و بعد از شناسایی بازار هدفمون، باید به جذب، حفظ و افزایش مشتری بپردازیم. یعنی باید اون مجموعه از افرادی که میخوایم به نیازهاشون پاسخ بدیم رو پیدا کنیم و برای جذبشون، حفظشون و افزایششون تلاش بکنیم. حالا از چه طریقی باید این کار رو انجام بدیم؟ از طریق خلق، مبادله و ارائه ارزش. حالا این ارزش چیه؟ ارزش همون شیوهیه که ما میخوایم و همون پیشنهادیه که ما میخوایم به مشتریا بدیم برای رفع نیازشون، چون ما مدعی هستیم که میتونیم اون نیازه رو برطرف بکنیم. پس باید یه پیشنهاد ارزشی به اونا بدیم که بتونه نیاز اونها رو برطرف بکنه. حالا این برطرف کردن به چه شکلی باید باشه؟ باید برتر از رقبا باشه. پس از کلیت این مفاهیم متوجه شدیم که بازاریابی یک فراینده. ما بعد از اینکه فرایند بازاریابی رو به اتمام رسوندیم، حالا باید از فروش استفاده کنیم. پس تا اینجا متوجه شدیم که خرده فروشی نمیتونه صرفا یک فعالیت فروشی باشه. در ابتدا باید بتونیم بازاریابی بکنیم که بعد بتونیم اون رو محقق بکنیم در بازار و سهم بازار رو به دست بیاریم. چه شکلی؟ با چه هنر و توانایی؟ با هنر و توانایی فروش. یعنی فروش هنر و توانایی به ثمر رساندن کلیه تلاش‌های بازاریابی که به صورت ایجاد بازار، حفظ بازار یا افزایش سهم بازار متجلی میشه. پس کلیه فرایندهای بازاریابی رو فروش به نتیجه میرسونه. خب اگر بخوایم فرایندهای بازاریابی به صورت شماتیک و مرحله‌ای خدمتتون معرفی کنم، فرایندهای بازاریابی چه در حوزه پروفشنال و حرفه‌ای و چه در حوزه آکادمیک شامل بخش‌های زیر میشه. یک، ریسرچ یا تحقیق. خب همه ما پیش از اینکه کسب و کار رو ایجاد بکنیم و پیش از اینکه سرمایه خودمون رو وارد بازار بکنیم، قبل از هر چیز می‌ریم تحقیق و بررسی می‌کنیم. اول باید ببینیم چه نیازهایی در بازار وجود داره یا چه نیازهای خفته‌ای وجود داره. یا روندها دارن به سمتی میرن که چه نیازهایی رو در این جامعه دامن میزنن، تو اون جامعه که ما میخواییم فعالیت کنیم. بعد از شناختن اون نیازها، باید ببینیم که آیا به این نیازها پاسخ داده شده و آیا ما رقبایی داریم که اصلا به این نیازها پاسخ بدن. اگه پاسخ دادن، به چه شکلی پاسخ دادن؟ آیا تونستن پاسخ موفقی بدن؟ و آیا این بازاری که ما میخواییم انتخاب کنیم جای رشد برای ما داره؟ بعد از اینکه این تحلیل ها رو انجام دادیم، باید اون بازار بزرگی که در نظر گرفتیم، به طور مثال افرادی که نیاز به رفع تشنگی دارن، با کل بازار رو همونطور که خدمتتون عرض کردم ما محدودیت منابع داریم. از طرفی ما باید این بازار رو بیایم کوچیک‌ترش بکنیم تا اون بخشی که بیشترین سود رو برای ما داره و ما امکان و امکانات داریم که بیشترین سرویس و خدمات و محصول رو بهش بدیم رو انتخاب بکنیم. حالا تقسیم بندی بر اساس عوامل مختلف، یکی از معروف‌ترین عواملش عوامل دموگرافی و جمعیت شناختی هستش. مثلا ما بیایم بر اساس جنسیت زنها، مردها، یا بر اساس سن نوجوانان و افراد بالغ بیایم تقسیم بندی بکنیم. از بین تقسیم هایی که کردیم، یک یا چند بازار رو انتخاب میکنیم. سازمان هایی هستن که همه رو شاید انتخاب بکنن به خاطر اینکه تواناییشو دارن. خب ما بازار هدفمون رو مشخص میکنیم، حالا یک یا چند تا یا همه اون قسمت هایی که تقسیم کردیم رو انتخاب میکنیم که بهش میگن تارگتینگ، یعنی بازار هدف. اینجا بازار هدف مشخص میشه.